سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. ویدیویی که امشب میخوام به شما ارائه بدم درباره یک تصویری هست که نخست وزیر اسرائیل در سالهای اخیر از اون رونمایی کرده. و بریم اول ویدیو رو هم ببینیم بدون توضیحات بیشتر، بعد بیایم یه مقدار حرفای اساسی تر رو هم دیگه بررسی بکنیم. تاریکی در منطقه ما حاکم میشود. من یه چیز قبلش توضیح بدم، این فایل تصویری که مشاهده میکنید مربوط به یک مراسمیه که نتانیاهو اونجا داره در رابطه با ایران و یک امپراتوری جدید در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه و رسانه‌های فارسی زبان اون رو به طور پخش زنده شروع کردن به پخش کردن. سعود اینترنشنال اون رو پخش کرده، بی بی سی اون رو پخش کرده، فکر کنم صدای آمریکا هم به طور پخش زنده پخش کرد و رسانه‌های دیگه هم بهش پرداختن. خیلی دوست دارم بدونم که وقتی این ویدیو رو کارمندان فارسی زبان این رسانه ها داشتن ترجمه میکنن، آیا حس غرورشون دست داده یا نه؟ یا نه به خاطر اینکه دشمنی دارن با جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر ایران حس نفرت داشتن. ولی فکر میکنم اگر واقعا ذره ای علاقه به ایران داشته باشن، فارغ از اینکه با این حاکمیت موافق هستن یا نه، بعد از اینکه این رو ترجمه کردن و به مخاطبین خودشون ارائه دادن، یک حس غیرتی در اونها هم باید به وجود اومده باشه. بریم گوش بدیم ببینیم در رابطه با چی داریم صحبت میکنیم. تاریکی در منطقه ما حاکم میشود. ایران در حال ساخت یک امپراتوری تهاجمی است. ایران، عراق، سوریه، لبنان، غزه، یمن، تاریکی بیشتر از این هم خواهد آمد. کشورهای دیگر هم باید اضافه کنه، یادش رفت اضافه کنه، کنیا رو یادش رفت اضافه کنه، نیجریه رو یادش رفت اضافه کنه، کشورهای دیگه هم هست که من به اسمشون اشاره نمی کنم. در آمریکای لاتین هم کشورهایی هستن که باید به این لیست اضافه بشن. یه نکته رو من بهتون یادآوری میکنم، بعد از اینکه شهید فرودگاه بغداد به شهادت رسید، اولین جایی که به آمریکایی ها سیلی زد نه لبنان بود، نه عراق بود، نه سوریه بود و نه یمن. یک اتفاقی در کنیا رخ داد. 24 ساعت بعد از ترور فرمانده ایرانی، پایگاه نظامی آمریکا در کنیا اون نقطه‌ای بود که مورد هدف قرار گرفت. تعداد قابل توجه از نیروهای آمریکایی اونجا کشته شدن و یک شوک عجیب و غریب به نیروهای مسلح آمریکا وارد شد. آمریکا از اون نقطه‌ای که تصورش رو نمی‌کرد ضربه خورد. کنیا، این یه اسم هست، گوشه ذهنتون داشته باشید. فعلا نمیتونیم بیشتر از حد در روش صحبت کنیم و نمیشه بهش اشاره کرد، اما بعداً بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بریم یه بار دیگه این ویدیو رو با هم ببینیم. تاریکی در منطقه ما حاکم میشود. ایران در حال ساخت یک امپراتوری تهاجمی است. ایران، عراق، سوریه، لبنان، غزه، یمن، تاریکی بیشتر از این هم خواهد آمد. اون قسمتی که اینا فعلا کشفش کردن ایناه، قسمت‌های دیگه هم هست که اینا هنوز عقلشون بهش نرسیده. ادامه ویدیو رو هم ببینیم. حالا ایران می‌خواهد پایگاه‌های دائمی نظامی در سوریه بسازد تا بتواند یک پل زمینی از تهران تا طرطوس در سوریه داشته باشد. اون چیزی که من می‌خوام امشب با شما در میون بگذارم دقیقاً همین پل زمینی است. این پل زمینیه که اینا دارن پیرامونسازی می‌کنن. بحثی که من امشب میخوام به شما ارائه بدم، گوش بدین ادامش رو. تا همزمان با آوردن نیروهای زمینی و هواییش به سوریه بتواند به خاک اسرائیل حمله کند. همزمان هم ایران به دنبال ساخت کارخانه های موشک سازی در خاک سوریه و لبنان علیه اسرائیل است. اجازه اش را نمی دهیم. خیلی خوب، این فایل صوتی رو هم دیدیم. یه بار مرور کنیم ببینیم در گذشته چه اتفاقی رخ داده. ما در سالهای گذشته تا سال 1967 اگر اشتباه نکنم بازه زمانی هست که صهیونیست‌ها میان بخشی از خاک سوریه رو هم تصرف میکنن، به بلندی‌های جولان میرسن. ما تا اون سالها در منطقه خودمون در خاورمیانه با یک چیزی روبرو بودیم به نام قوم یهود که اومده بودن یه چیزی به نام نیل تا فرات رو محقق بکنن، یک کشور بسیار بزرگ که روی نقشه‌شون بهش اشاره می‌کردن و اسمش
اسرائیل بود. این اسرائیل قرار بود یک اسرائیل بزرگی باشه از نیل تا فرات و برنامه بسیار مفصلی هم براش چیده بودن. من اگر بخوام به بخشی از این برنامه اشاره بکنم که الان در حال عملیاتی شدنه، میتونم به ماجرای عراق اشاره کنم. یکی از چیزهایی که اینا براش تاکید دارن اینه، میگن عراق کشوری هست که ما اگر بخوایم نیل تا فرات رو محقق بکنیم باید تجزیه بشه. به اتفاقاتی که بعد از سرنگونی صدام در عراق رخ میده دقت بکنید. بعد از سرنگونی صدام ما در عراق به طور غیر رسمی شاهد یک تجزیه هستیم. کردها یک سوی میدان، یک اقلیم اهل سنت یک سوی میدان که البته هنوز سر و شکلی پیدا نکرده، و یک اقلیم شیعه هم این سوی میدان. عراق به طور غیر رسمی تجزیه شده و اینها تاکیدشون بر این بوده که باید بتونیم با کمک کردها حاکمیت مرکزی عراق رو تضعیف کنیم. من قبلا یک فایل صوتی به شما ارائه دادم در صریح نیوز، مفصل اومدیم توضیح دادیم که اینا رفتن روی این برنامه‌ریزی کردن که ما اول باید یک اپوزیسیون در کردستان عراق به وجود بیاریم، بعد باید اپوزیسیون رو مسلحش بکنیم، بعد باید از طریق اپوزیسیون مسلح به حاکمیت مرکزی فشار بیاریم، بعد باید از طریق این اپوزیسیون مسلح یک کشور تشکیل بدیم، یک اسرائیل کوچک تشکیل بدیم به نام کردستان عراق، از طریق اون بیایم ایران، ترکیه، سوریه و خود عراق رو رصد اطلاعاتی بکنیم، بعد از اون منطقه خاورمیانه رو آماده بکنیم برای تجزیه شدن. اتفاقاتی که الان در منطقه خاورمیانه رخ داده و شما شاهدش هستید دیگه، به طور غیر رسمی اتفاق افتاده. و جالب بدونید در خود عراق هم اینا همون نقشه‌ای که در فلسطین پیاده کردن از طریق کردها پیاده میکنن. یک بودجه 300 میلیون دلاری تعریف میشه اون زمانی که صدام سرنگون میشه که از طریق کردهای یهودی در عراق برن سرزمینهایی رو خریداری بکنن. زمینهای ترکمنهای عراق رو خریداری میکنن، مسیحیای عراق رو خریداری میکنن. هر کسی که در منطقه کردستان عراق زمین داشته و عرب بوده زمینش رو خریداری میکنن. و این نکته جالبم بهتون بگم، بارگاه پیامبران به خاک سپرده شده در عراق رو هم خریداری میکنن. خنده داره. زیارتگاه هایی در عراق هست، اینها برای یهودی هاست، یهودی ها خریدن بعد از حمله آمریکا به عراق خریدن. و جالبه این بخش رو توسط کردها خریداری نکردن، توسط یهودی های عراقی خریداری کردن. یعنی میخوام بگم ریل گذاری برای محقق کردن نیل تا فرات توسط اینها به طور واقعی کلمه و به طور جدی در دستور کار بوده. چیزی هم هست که اینا همواره بهش فکر میکردن. در یک بازه زمانی اینا به خودشون میان، میبینن که فلسطینی هایی که در حال از بین رفتن سرزمینشون بودن، فلسطینی هایی که با سنگ در مقابل صهیونیست‌ها ایستاده بودن، به یک بار مجهز شدن به موشک. لبنانی که در آستانه سقوط بوده به همین شکل به یک بار مجهز شده به موشک. سوری ها به همین شکل. گروه های مختلف در منطقه خاورمیانه اومدن، تجهیز شدن، قدرت گرفتن و حالا در مقابل صهیونیست‌ها ایستادن. رژیمی که قرار بوده یک منطقه از نیل تا فرات رو تشکیل بده، یک منطقه عظیمی رو تشکیل بده، حالا تبدیل شده به یک رژیمی که منطقه ای به نام خاورمیانه براش ناامن هست و دور تا دور خودش در این منطقه خاورمیانه دیوار کشیده. قبل از اینکه ادامه بدیم بریم یه بار دیگه اون ویدیوی اول رو ببینیم. ویدیوشون انقدر جذابه که اصلا دلمون نمیاد نبینیمش. تا آخر برنامه‌شو فکر کنم دو سه بار دیگه ببینیم ویدیو رو. حاکم می‌شود. ایران در حال ساخت یک امپراتوری تهاجمی است. ایران، عراق، سوریه، لبنان، غزه، یمن، تاریکی بیشتر از این هم خواهد آمد. حالا ایران می‌خواهد پایگاه‌های دائمی نظامی در سوریه بسازد. قرار بود یک نیل تا فراتی تشکیل بشه. الان صهیونیست‌ها به خودشون اومدن، میبینن دارن دور خودشون دیوار میکشن. از ترس لبنانی‌ها دارن دیوار میکشن، از ترس فلسطینی‌ها دارن دیوار میکشن. و در شرایطی دارن دور خودشون دیوار میکشن که یک ایرانی به وجود اومده که اون ایران به اعتراف اینها یک منطقه عظیمی رو در خاورمیانه با خودش همراه کرده که من البته واژه امپراتوری ایران رو صحیح نمیدونم. این چیزی که ما امروز باش روبرو هستیم و این چیزی که امروز پیش روی ما قرار گرفته چیزی هست به نام ایالت‌های متحده مقاومت. قبلا هم فکر می‌کنم این رو توضیح دادم. ما شاهد این هستیم که یک ایالات متحده در غرب دنیا داره با فروپاشی روبرو میشه. در طرف مقابل شاهد این هستیم که یک ایالات متحده در شرق داره تشکیل میشه با محوریت ایران. و این حقیقت میدان اون کابوسی است که صهیونیست‌ها رو کلافه کرده.
جنگ اقتصادی که علیه ایران داریم میبینیم، مشکلات همه جانبه در حوزه اقتصادی که داریم میبینیم، فشاری که در حوزه رسانه‌ای دارن به مردم میارن، تقابل‌هایی که با ایران شروع کردن، همش بخش قابل توجهش به خاطر همین چیزی هست که اینها دارن بهش میگن امپراتوری ایران. این امپراتوری ایران البته الان به یک نقطه‌ای رسیده که اونها انتظارش نداشتن و اون هم دیواره‌های سرزمین‌های اشغالیه. من دوست دارم یک تصویر به شما نشون بدم. این تصویری که دارید مشاهده میکنید اگر با دقت ببینید داره خودروهای نظامی رو نشون میده. خیلی هم هوشمندانه این رو طراحی کردن. کامیون‌هایی هست را افتاده تو یک جاده، روی این جاده آرم پرچم ایرانه، الله اکبر لا اله الا الله نوشته شده و توضیح داده، گفته این جاده از ایران را افتاده داره میرسه به مرزهای سرزمین‌های اشغالی. بعد گفته این کامیون‌هایی هم که روی این جاده شما می‌بینید اینا یاران ایرانن، را افتادن توی این مسیر که بیان برسن به اسرائیل. تصویری هست از روی جلد گزارش اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی، اومده دقیقاً به همین مسیر اشاره کرده، گفته ایران این مسیر رو با خودش همراه کرده و رسیده پشت دیوارهای اسرائیل. حالا چه اتفاقی میتونه بیفته پشت این دیوارها؟ این موضوعی هست که شب آینده مفصل تر پیرامونش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. لطفاً پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید، منتظر پیام‌های شما هستیم. شبتون بخیر.